در واکنش به تقاضای طالبان برای خروج اساکر آمریکایی از افغانستان، مقامات ارشد این کشور تذکر داده بودند که خروج به معنای ترک افغانستان نیست. شرح بیشتر واکنش حکومت افغانستان و اهمیت حضور این نیروها موضوعی از صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از استودیو کابل است. محترم آقای میر حیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه با ما هستند. آقای افضلی سلام بر شما و تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. ابتدا واکنش شما به اظهارات جنرال آمریکایی چیست و فکر میکنین که حضور نیروهای آمریکایی در طول چند سال آینده یا سالهای آینده به نفع افغانستان در عرصه تقویت اردوی کشورش خواهد بود یا خیر؟ تشکر. سلام خدمت شما بیننده‌های عزیز. ببینید، رابطه افغانستان و آمریکا یک رابطه استراتژیک هست که در سالهای پسین در قسمت آموزش و تهیه و تجهیز نیروهای افغانستان خیلی آمریکا نقش مثمر داشته جمع کشورهای ناتو و خوشبختانه فعلا ما بعد از 18 سال در یک وضعیتی رسیدیم که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میتونن که بیشترین عملیات زمینی را خودشان طرح و پلان گذاری و انجام بدن. اما در عین زمان به این معنا نیست که ما در یک وضعیتی رسیدیم که وضعیت ایدئال ما باشه و عملا ما بتونیم تمام عملیات های زمینی و هوایی را از طریق نیروهای امنیتی افغانستان انجام بدیم. ما فکر میکنم که آمارهایی را که ما داریم و ارزیابیهایی را که ما داریم این نشان میده که نیاز هست که نیروهای حمایت قاطع برای چند سال آینده در افغانستان حضور داشته باشند، در قسمت آموزش و پرورش و بخصوص در قسمت حمایه و تجهیز هوایی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کمک بکنند که انشاءالله وضعیت رو به بهبود هست و یک نگرانی که بعد از 2014 بود در قسمت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان خوشبختانه اون نگرانی رفع شده و ما فعلا روز به روز وضعیت نیروهای دفاعی و امنیتی خود میبینیم در وضعیت بهبود هست و باز هم نیاز به آموزش بیشتر هست، نیاز به تجهیز بیشتر هست، بخصوص ما تکرار میکنیم در قسمت هوایی که متاسفانه ما در اردو بخصوص در قسمت وزارت دفاع تجهیزات کمتر در اختیار داریم که امیدوار هستیم که تا سالهای آینده وعده هایی که شد امرای وزارت دفاع تجهیزات اختیارشان قرار بگیره. همچنان بحث آموزش هم خیلی مهم هست و استفاده از این تجهیزات بخصوص تجهیزات هوایی که فعلا آقای افضلی، جنرال میلی گفته که حضور امریکا به این دلیل در این سالها خواهد بود که ماموریت اصلی امریکا در افغانستان تا کنون تکمیل نشده. در گذشته هم نیروهای امریکایی گفته بودن و رئیس جمهور ترامپ که اینا نیروهای خود را خارج میسازن ولی ماموریت مقابله با تروریسم امریکا در افغانستان فعال باقی میمانه. شما فکر میکنید که آقای میلی هدفش همین ماموریت بوده یا ای که حضور اساکر عمومی که با آموزش و تربیه اساکر متمرکز هستند در افغانستان؟ خب طبعا هدف حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بحث تروریسم است، بحث مبارزه با حراس افغانی است، بحث مبارزه با قاچاق و مواد مخدر هست که در این قسمت مینا تا سال 2014 یک تعداد کثیری از نیروهایشان بود. بعد از اینکه نیروهای افغان خودشان توانستن به پای خود استاد شوند و عملیات را انجام بدن این نیروها کاهش پیدا کرد و فعلا هم حدود 12000 که هست این نشان دهنده حمایت قاطع امریکا از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان. در عین زمان اما هدفی که شما اشاره کردین بحث مبارزه با حراس افغانی است که از این نقطه که افغانستان هست که تقریبا تمام جهان متاسفانه تهدید میشه، منطقه تهدید میشه و حضور از اینا در منطقه باعث آرامش منطقه و در عین زمان باعث آرامش ایالات متحده آمریکا هم میباشه. فکر میکنین طالبا چی واکنش را نشان بدن؟ چرا که تنها قوتی که با تمام انرژی خواهان خروج اساکر به شکل کامل از افغانستان است طالبا هستند. بله، متاسفانه از زمان حضورشان طالبا واکنش منفی داشتن در قسمت نیروهای آمریکایی. اما یک چیز نباید فراموش بکنیم که یک طرف قضیه دیگه که امان ملت و مردم افغانستان است. اینا همیشه استقبال کردن از این حضور و همیشه استقبال کردن از حمایت نیروهای آمریکایی که از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان داشتن و همی چیزی حدود 350000 نیروی دفاعی و امنیتی که ما فعلا در 3 ارگان امنیتی داریم، این ما فکر میکنیم یک قسمت عظیمش نتیجه و حاصل تلاش نیروهای آمریکایی است که به حیث مشاور، به حیث استاد و به حیث در این زمان به عنوان حمایت کننده های
اصلی نیروهای افغانستان حمایت کردند و امروز خوشبختانه ما یک اردوی داریم که میتونیم گفته که در از لحاظ تجهیزات در سطح منطقه کم نظیر هستند. اما متاسفانه طالبان همیشه بله ممنون از حضورتان آقای افضلی از شرحی که در قبال نظریات لوی دریستیز ایالات متحده و تاثیر از او بر بهبود ظرفیت نظامی در افغانستان برای بیننده‌ها داده. موفق باشید. تشکر.